آمده خداوند مهربان. السلام علیکم دوستان عزیز، همتون خوش آمدید میگیم با یکی دیگر از برنامه های افطاری که در این روزهای اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و ما و با همکار خوب مجیب جان تقدیم شما میکنیم. آرزوی صحتمندی تان داریم، امیدی را داریم که در این روزهای آخر ماه مبارک رمضان دعا را فراموش نکنین، صلح و آرامش بر افغانستان و دور از تمام مریضی ها. مجیب جان خوش آمدین. سلامت باشین. تشکر علی جان. دوستان هم به نوبه خود سلام خدا خدمت هر کدام شما تقدیم میکنم. آرزو میکنم که روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. باور کنین ما از امیال پشت شما و پشت ماه مبارک رمضان دق شدیم، چون روزای پایانی ماه مبارک رمضان است و حس میکنم که دیگه ما این روزای خوبه و این لحظات خوبه و این لحظات نیک و مبارک را نمی داشته باشیم. بله، تا یک سال دیگر اگر زنده بودیم و خداوند یاری کرد که باز هم در سال آینده ما روزه ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم. اما انشالله در یکی دو روز و یا هم سه روز که باقی مانده تلاش مایی است که ما بهترین برنامه ها را خدمت شما تقدیم بکنیم و همچنان مهمانان خیلی خوبی را به برنامه دعوت کنیم و با تعداد زیادی از خانواده های شهدای اردوی ملی افغانستان کمک و مساعدت بکنیم. و باید بگویم که خوشبختانه امروز ما دو مهمان ویژه در برنامه افطاری داریم. اگر عزیز جان شما موافق باشین که نخستین مهمان برنامه را ما دعوت بکنیم. بله، چرا نه؟ بله. منتظرشان هستیم. بله دوستان، مهمان اول برنامه ما را دعوت میکنیم، آقای سلیمان عمر، رئیس عمومی بخش فروشات شرکت هوایی کامیر. السلام علیکم. مرسی. خوب هستین؟ سر شما خوب هستین؟ سلام، خوش آمدین. خوب هستین؟ خیلی باشین. اما ما میفهمیم دوستان که کامیر یکی از شرکت های هوایی خوشنام و با اعتبار افغانستان است و خوشحال هستیم که رئیس عمومی بخش فروشات شرکت هوایی کامیر آقای عمر را امروز در برنامه با خود داریم. چی حال احوال؟ سلام علیکم، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از دعوتتان، انشالله که جور صحتمند باشین. زنده باشین. تشکر میکنیم از شما که شما هم در مساعدت برنامه ما سهم گرفتین و به برنامه تشریف آوردین. انشالله که شما خودتان و تمام همکارانتان از گزند ویروس خطرناک در امان خدا باشین. آمین. لطف کردین، زنده باشین. کامیر همیش متحد است با مساعدت با هموطنهای خود و یک شرکت 100% افغانی است و در خدمت هموطنهای خود میباشد. بله علی جان، پشت پروازا و پشت سفرها چقدر دق شدیم؟ بله، ما خود سفر کم کردیم ولی تیاره را زیاد در آسمان میبینم و واقعا دق شدیم پشتشان. دقیقا، مسافرین شما هم شاید پشت پروازا و سفرها خیلی دق شده باشن. طبیز. و شما پشت مسافرین چطور؟ طبیز. ما بایی که یک سکتور خدماتی است، واضح است ما پشت هم مسافرین خود دق شدیم و مسافرین هم همونطور پشت سفرها، به خاطر از اینکه سفر همیش تقریبا میشه گفت که بیشترین سفرهای انسان ها خاطرات خوشش میباشه و به لحظات خوبش میباشه. و دردناکی است که کسی از خانوادهش دور مانده باشه، در دیگه جای اونا جدا شده باشن، مثلا مادر یک جای مانده باشه، فرزندای جای دیگه و به خاطر قرنطین اونا نتونن یک دیگه شون ببینن. واقعا سخت است. طبیعی این معضله ایجاد شد سر از ماه مارچ سال 2020 و یک بحران سرتاسری دنیا بود و ما به خاطر از اینکه متحد بودیم با هموطنای ما تمام می تلاش اکثر خود کردیم. افغانایی که در کشورهای خارجی بند مانده بودن، باز مانده بودن و فامیلایشان اینجا بود، چشم برایشان بودن، ما تلاش زیاد کردیم که اونا را انتقال بدیم پس به وطنشان و انشالله در این کار موفق بودیم تا امروز و میتونم گفت که در حدود 18,000 مسافر ما از تمام سکتورهای خارجی خود پس به وطنشان آوردیم. بله آقای عمر، اما ما میفهمیم که بحران همگیر ویروس کرونا در عرصه‌های مختلف تاثیرات منفی خود داشته و اما تو سر شرکت‌های هوایی و هوانوردی تعداد زیادی از پروازهای شما متوقف شده، درست است؟ بله دقیقا، در صورت کل تمام پروازها قطع است. پروازهای اسکیجولی که تحت یک تقسیم اوقات مشخص انجام می شد تمامش قطع است و زیان واضح است که هست.
ولی از اینکه برنامه تجارتی نیست، نمیخوایم سر زیان زیاد بپیچیم و صحبت کنیم. ما طرحهای خود داشتیم با دولت و بحث جریان داره به اینکه یک تفاهم با دو جانب شود و کوشش کنیم که یک شرکت نه تنها کامیر بلکه آریانا که افتخار کشور است، هر دو شرکت و یک خادم ترانسپورت هوایی در کشور است، امینا را حفظ کرده باشن و زنده بانه به ای که تا آخر وقت در خدمت وطن داره ما باشن. بله، انشالله که ما این وضعیت بد اقتصادی را هرچی زودتر سپری کنیم و خداوند این ویروس کرونا را از وطن عزیز ما نابود بسازد. همی شما که زیان کنین، نقص کنین، باز همراه شما ما هم یک جای نقص میکنیم. این اعلانات تجارتی شما از پروازها هیچ باز پخش نمیشه. طبیعی یک زنجیر است، با هم زنجیر اقتصادی است. هر ارگان یا انتیتی با یکی دیگه وصل است و اقتصاد همون که میگن ضربه اقتصادی تو نیست که مشخص به یک سکتور باشه، به بادی اقتصادی یک کشور ضربه وارد میشه. حالا چی پروازا شما دارین؟ کدام پروازای داخلی و کدام پروازای خارجی باقی مونده؟ باقی اطور است، ما همیش تلاش میکنیم که اول بیافیم که تعداد چقدر افغان ها در کدام سکتور ها باز ماندن و تقاضای زیر دارن پس وطن خود بیاین. بعد از او پلان میشه به سکتور و همونطور پرواز انجام میشه. ما در قسمه که بر شما گفتم که در حدود 18,000 مسافر از کشورهای خارجی آوردیم و همونطور هموطنهای ما بودن که در ولایات دوردست باز مانده بودن، فامیلایشان در یک ولایت، خودشان در دیگر ولایت بودن، اونا را ما انتقال دادیم در داخل افغانستان که این روند ادامه داره و تا فعلا که 70 روز میشه از این بحران، بیشتر از 70 روز، ما 40,000 مسافر در سکتورهای داخلی انتقال دادیم و به خانهایشان رسانده مسافرینه. برتان تبریک میگیم، ماشاءالله که کمک کردین برای هموطنان عزیز ما. شما به خاطر محافظت مسافران و همکارانتان در به خاطر جلوگیری از این ویروس چی پیشگیری های را چه اقداماتی کردین؟ اقدامات معمولا از طرف اداره هوانوردی و وزارت محترم صحت عامه معین میشه و ما با زور تطبیق میکنیم و ما هم به نوبه خود به نیست یک سکتور خدماتی تمامی تدابیر در نظر گرفتیم، تدابیر بهداشتی را چی کنترولی و متوجه از این هستیم که وقایوی باشه و انشاءالله تعالی فضل خدا همه چیز خوب پیش رفته و به امید از این هستیم که روز برسه که از این بحران خلاص شدیم و پس به مو روزای سابق برگردیم و خادم هموطنهای خود باشیم انشاءالله. به خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا فکر میکنم در زمین بیشتر است از هوا کده. طبیعی است، به خاطر از اینکه امیال شما میفهمید متاسفانه تمام دروازه شهر باز است، ترانسپورت زمینی که تعدید بزرگ است او هنوز قدر کنترل نشده، ولی خب اول تعذیرات اول سر سکتور هوایی آمد که در هر طیاره حد اکثر میشه 120 یا 110 مسافر سفر کنه، ولی حالش وقت شکایتش نیست، خیر بازور سر صحبت خواهد کردیم. آقای عمر، به خاطر بیرون رفت از این بحران و یا روی برنامه سازش با این بحران چی کارهای انجام دادین؟ چی فکر میکنین بالاخره چی میشه؟ خب پیشبینی کردن نمیتونیم که چی خواهد شد، ولی امید به ای است و آیست آیسته تمام جهان به ای متقن شده که باید با ای بسازن با می بحران و هم چرخش اقتصادی را استاد کردن نمیتونن به هیچ وجه و ما هم همطور سعی تلاش خود میکنیم تا حد امکان ادامه بدیم خدمات خود، ولو به نفع یا ضرر یا به هر چی به هر حالت که باشه، به خاطر از اینکه یک وجیبه است وقتی که ما در می مسئولیت به عهده گرفتیم تا حد امکان رو ادامه خواهد دادیم حتما. و حکومت چقدر همکار بوده با شما و شرکت های هوانواردی خصوصی و دولتی در این شرایط سخت؟ دولت همکار بوده برای تطبیق می پروازا و کمک واقعا زیاد کردن، خصوصا جا داره که من تشکری کنم از اداره محترم هوانواردی و وزارت محترم خارجه، خصوصا به سکتوره که ما از خارج مسافر می آوردیم، اونا همکاری لازمه کردن، ولی باز هم شرکت های هوایی و شرکت های هوانواردی اونا توقع دارن از این که دولت
مساعدت اقتصادی کنن، مثلا با سبسایدی، با معافیت مالیات، یپا گولو اقلام اساسی مصارفاتی شرکت هاست و میتونه شرکت تا کمک کنه. بله و هموطنان ما چطور؟ چقدر اونا شما را همکاری میکنن به خاطر جلوگیری از شیوع این مرض؟ مسافرین همکار هستن با شرکت و نه تنها به خاطر از اینکه خود حفظ کنن، بلکه به خاطر از اینکه اونا هم به ذهنیت دارن که خب بعد از من شاید یک کس دیگه با امید دمی سیته که من سفر میکنم و سفر کنه. ولی بازم ما به خاطر از اینکه همو تمام تدابیر وقایعی رو داشته باشیم، تیاره تمامش دیسنفکشن میشه، سیتا کلگیش و همونطور پروسیجر وقایعی در ترمینال، در میدان، در کانترها، در کل جای مراعات میشه. بله. دستشوی تیاره چقدر مصروف باشه؟ سابق هم زیاد مصروف باشه؟ دست خدا بیرون میشه، در تیاره نمیشه زیاد. بخیر باشین دوستا، مهمان خوب ما آقای سلیمان عمر، رئیس عمومی بخش فروشات شرکت هوایی کامیار با ما هستند و خوشبختانه که اینا امروز دست پر آمدند برای کمک و مساعدت با خانواده های شهدای اردوی ملی افغانستان و یک مبلغ زیادی را آوردند که حتما در بخش بعدی برنامه اعلان میکنیم. حال وقفه میگیریم، دوباره با ما همراه باشین. خوش آمدین دوستان عزیز. جوس پارادایز، تازگی قلب و قوت زندگی، از این جوس بسیار خوشمزه استفاده کنین، هم در افطار بسیار میتونین رفع تشنگی کنین و در تمام وقتا چون که افطار خلاص میشه کم کم. بله دوستای ما در کامیار هم در تهره هم جوس ها میتن. بله حال در روزه هست در خدمات یا نیست؟ نه خیر نیست، در روزه در جریان روز نیست، ولی پروازهای شبانه که داریم از کشورهای خارجی. اگر مجید جان باشه میگه در روز هم اکمه رو بیارین علاقه داشتین بیاین و از روز هم برتان روز هم میتین. بخیر باشین آقای عمر، چون برنامه ما امسال اختصاص یافته و مختص است به کمک و مساعدت به خانواده های شهدای اردوی ملی افغانستان، میخوایم در قسمت یک کوتاه صحبت با شما داشته باشم که شما و همکارانتان در کامیار در قسمت کمک با خانواده های شهدای اردوی ملی و با خود نیروهای امنیتی چی کارهایی تا حال انجام دادین و یا هم در نظر دارین؟ همونطور که گفتم که ما در خدمت افغان ها هستیم و خوشبختانه بسیار همکار خوب با دولت افغانستان هستیم در تمام پروژه های حمل و نقل قوای نظامی افغانستان. ما از روز که پروازهای خود شروع کردیم تا امروز خوشبختانه افتخار از این داریم که قوای نظامی افغانستان در دوردسترین ولایات افغانستان رساندیم. همونطور مسئولین قوای نظامی که در کشورهای خارج مثل هند و ترکیه تحصیل کردن اونا را بیاریم. حتی آخرین پرواز ما از شهر پونه هند چند روز قبل انجام شد و خوشبختانه امروز هم یک پرواز داشتیم و یک گروه بسیار کلان از مسئولین قوای نظامی را انتقال دادیم و همیش خادمشان هستیم و خوشبختانه از روز که ما شروع کردیم پرواز همی تصمیم در اداره و در منیجمنت ما گرفته شد که حمل اجساد شهدای که در راه وطن شهید میشن او رو به شکل رایگان از امروز اول که سال 2003 بود تا امروز ما انجام میدیم و پایوازایشان هم همچنان کمک میکنیم. سربازای ما که زخمی میشن در دفاع از وطن اونا رو انتقال میدیم و همیش در خدمتشان بودیم. تشکر میکنیم از شما، برتان موفقیت آرزو میکنیم و تشکر از تمام هموطنان ما که در هر بخش و در هر کجا هستن کمک میکنن برای هموطنانشان. زنده باشین و امی لحظه میریم با خانواده یکی از قهرمانا آشنا میشیم. اختیار علی شوهرم است، 13 سال وظیفه اجرا کرده در اردوی ملی، کل ولایت های افغانستان گشت، آخرین ولایت همی قندز بود. همینجا که رفت دیگه همی یه دفعه رفت 6 مارتیر که پس آمد، یه دفعه 3 مارتیر که پس آمد، دفعه 3 هم که رفت دیگه نمد. یک ماشتیر شده بود، یک 39 روز شده بود که از رفتنش از خانه رفته بود.
قماندان یک روز روز دوشنبه برای کاکا این زنگ زده بود که شهید شده. یوازه شهیدیش آمده بود. کاکا این مزمش پرد که گفت نه زخمی است، قسم خورد گفت که زخمی است که باش تو زیاد گریه نکنی از خاطر. بوزی از دوشنبه شهید شد تا پنجشنبه در خونده ماند نمیرسی برای. روز پنجم که رسید مرم گفتن تو بیا شفخانه برای او شهید چه زخمی است. یک وقت که طرف لوگرم برد تو می طرف خانم شفخانه نیست و طرف چه کنیم گفت که نگه گفت شفخانه نمیرید نگه شهید شده طرف خواب بر سپردن خاکش. وضعیت زندگیم هیچ خوب نیست دیگه. بعد از او هیچ خوشی خوبی ما ندیدیم دیگه. هیچ پرسانگر نداریم. خوشی ندارم، خسر ندارم. پیش از شوهرم فوت کردم. از طرف پدر خیلیم هیچ پرسانگر ندارم. یک آقایی من است که خودشم مریض است. وضع است چه خواهی؟ روز روزگار خودشم انتخاب نیست. اما یکان پرسان یکان کمک بر ما کنه دیگه. هیچ کس بود پرسانگر رو کمکگر ندارم. از وضعیت تشکری زیاد میکنم که خانواده بسر بسر پرست کمک میکنن. دوای یتیما را پشت خود میکنن. عزیزا بازم خوش آمدین. ما قصه یک قهرمان، قصه شهید اختیار علی را دیدیم و حال همسرشان خانم زینب با ما در استودیو هستند. خواهر جان سلام علیکم. چی حال احوال سید؟ شکر تو دوی شما خوب هستین؟ الحمدلله. شما چطور هستین؟ انشالله که از این مریضی در امان هستین. تشکر، زنده باشین. خدا را شکر. بخیر باشین. ما براتان تسلیت میگیم و از خداوند براتان صبر عظیم میخواییم. امروز به همسرتان ما افتخار میکنیم و یادشان گرامی میداریم. هیچگاه اونا فراموش نخواهد شدن. تشکر مجید جان، زنده باشین. بخیر باشین، سلامت باشین. دوستا قسمی که قبلا گفتم که آقای سلیمان عمر رئیس عمومی بخش فروشات شرکت هوایی کامیار آمدند تا ای که همچنان در بخش مساعدت و همدردی برنامه افطاری سهم بگیرن و از خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان حمایت بکنن و اینا را کمک بکنن. اگر موافقه شما باشه که امی کمک اینا را اعلان بکنیم عزیز جان. چرا نه؟ بله. پیش از پیش سپاسگزار اینا هستیم دوستا. باید بگویم که شرکت هوایی کامیار مبلغ 1,000,000 افغانی را برای خانواده های شهدای اردوی ملی افغانستان اختصاص داده و از طریق برنامه افطاری این مبلغ به خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان خواهد رسید. از این پول 500,000 افغانی سهم خانواده شهید اختیار علی به خانم زینب میرسه و حال از آقای سلیمان عمر خواهش میکنیم که 500,000 افغانی را به خانم زینب اهدا بکنند. بفرمایید. واقعا ما افتخار میکنیم به شرکت های ملی ما که در شرایط بد اقتصادی هنوزم اینا به فکر خانواده های نیازمند هستند و میخواین اینا را کمک بکنن. من به نوبه خود اظهار تسلیت میکنم به مادر ما و از این تشکری میکنم به همتشان به غیرتشان که تانستن طفلای یتیمی که باز مانده از قهرمان ما اونا را زندگیشان پیش ببرن و این پول من میگم مساعدت است ولی حق شماست و یک پول ناچیز است. امید که به خیر مصرف کنیم خدمت شما. تشکر. سلامت باشید. تشکر. سپاس میکنیم از آقای سلیمان عمر رئیس عمومی بخش فروشات شرکت هوایی کامیار از اینکه دعوت ما را پذیرفتند به برنامه آمدند. بدون شک که اینا همکارانشان و شرکتشان افتخار تمام افغانان. سلامت باشید. لطف کردین. زنده باشید. خیلی باشید. دوستان یک وقفه کوتاه داریم، دوباره زود برمیگردیم.